برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آدری آزولای مدیر کل یونسکو استراسبورگ از شهرهای فرانسه را به عنوان پایتخت جهانی کتاب برای سال 2024 معرفی کرد. وی با بیان اینکه بسیاری از مردم در سختی به کتاب به عنوان پناهگاه نگاه می کنند گفت در واقع کتاب ها توانایی منحصر به فردی برای سرگرمی و آموزش دارند. به همین دلیل است که باید اطمینان حاصل کنیم که همه از طریق کتاب و مطالعه به دانش و تفکر دسترسی دارند. به همین دلیل یونسکو هر سال پایتخت جهانی کتاب را تعیین می کند. مرکز بین‌المللی گزارش قرآنی در آستان مطهر امام حسین علیه السلام از طریق پرسنل شعبه خود در جمهوری مالی اقدام به برگزاری دوره علمی تخصصی علوم قرآن کریم با حضور جمعی از دانشجویان شیعه اهل بیت علیهم السلام در آن کشور نموده است. روز شنبه اول مرداد ماه 1401 باستانشناسان عراقی و آلمانی در اقلیم کردستان قلعه‌ای با قدمت 2000 ساله را کشف کردند که در دامنه کوهی در اقلیم کردستان ساخته شده بود که می‌تواند بخشی از یک شهر سلطنتی گم شده به نام ناتونیا باشد. عزرا جعفری زنی که به عنوان اولین شهردار زن در افغانستان خدمت کرده از دولت ایالات متحده می‌خواهد تا با نزدیک شدن به اولین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رفتار طالبان با گروه قومی هزاره را نسل‌کشی اعلام کند. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه را به عنوان تاریخ برگزاری نشست فوق‌العاده درباره تجاوز ترکیه به عراق تعیین کرد. در همین حال وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد که 296 یادداشت اعتراضی به دخالت ترکیه ارائه کردیم که در شکایت اخیر ما به شورای امنیت گنجانده شده است.